درود بر شما همراهان عزیز. از شما سپاسگزارم که با لایک و کامنت های ارزشمندتون ما رو در بهتر شدن برنامه ها یاری می کنید. لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. آلودگی یکی از بزرگترین نگرانی های بشر در دهه اخیر بوده. هرچه بیشتر به سمت تکنولوژی حرکت می‌کنیم، بیشتر از طبیعت جدا می‌شیم. افزایش گرمایش جهانی در وضعیت هشدار دهنده‌ای قرار می‌گیره. دانشمندان نگرانند و مدام از کلماتی مثل آخرالزمان و انقراض استفاده می‌کنند. تو این برنامه ممکنه تصاویر غم‌انگیز از سیاره ما رو ببینید که نشون میده واقعاً باید فکری به حال آلودگی بکنیم. مثلا تصاویری مثل زباله‌های انباشته شده در اقیانوس آرام رو می‌بینیم و نگرانی‌های زیادی رو در سراسر جهان برانگیخته. اندازه یا گستردگی این منطقه زباله قابل پیش‌بینی نیست، اما تصاویر ماهواره‌ای واضحی از اونها وجود داره. و یا نفس کشیدن در میان زباله‌ها، تصاویری منتشر شده از رودخانه یومانا که برای دفع زباله استفاده میشه. مثلا افرادی که توی این رودخونه میخوان شنا کنن. نمیدونیم مردم کی میخوان نتایج کارهای زشت خودشون رو درک کنن. و اما اقیانوس‌های کثیف، بخش بسیار بزرگ و کثیفی از کارائیب منتشر شده. بعد از دیدن این عکس آرزو کردیم که ای کاش پلاستیک هیچ وقت اختراع نشده بود. احتمالاً این زباله‌ها از رودخانه مونتیگوا اومده و با بارش سنگین به دریا رسیده و همینطور نجات آخرین تکه یخ به تصویر کشیده شده که خرس قطبی نمیخواد آخرین تکه یخ رو از دست بده. او ساکن قطب شماله و مثل سایر خرس‌های قطبی با بحران ذوب شدن یخ‌ها روبروه. این بحران به دلیل تغییرات دما و افزایش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی اتفاق افتاده. این یخ‌ها برای بقای خرس‌های قطبی بسیار حیاتیه، چون روی اونها شکار، استراحت و تولید مثل می‌کنه. این بحران 16 منطقه در قطب شمال رو تحت تأثیر قرار داده. و یا رودخانه‌ای در حال مرگ. تصویری از رودخانه آلوده شهر لویانگ در چین در 13 دسامبر 2011 گرفته شد. این آلودگی توسط دو کارخانه شیمیایی غیرقانونی آلوده شده که ضایعات خودشون رو در لوله های فاضلاب باران تخلیه می کردن. تصور کنید، قرار ما الگوی فرزندانمون باشیم. و اما حیوانات نفتی. تصویری منتشر شده که ممکنه ما رو به اشتباه بندازه و تصور کنیم که یک پرنده در حال گلبازیه، اما اینطور نیست. اصلا آیا مشخصه که توی تصویر پرندهی وجود داره؟ این تصویر در ساحل لوئیزیانا گرفته شده وقتی پرنده برای رفع تشنگی خودش اومده بوده، اما در مواد نفتی به دام افتاده. دیدن حیوانات و پرندگانی که از کارهای انسانها رنج میبرن واقعا غم‌انگیزه و حتی جزیره‌ای در حال غرق شدن هم باعث نشده که ما رو به فکر بندازه و بتونیم چاره‌ای بیاندیشیم. شاید فکر کنید که این تصاویر مشکلی نداره، اما در واقع هیچ چیز درستی در عکس وجود نداره. این جزیره، جزیره مالدیو که پیش بینی میشه تا 50 سال آینده به علت آلودگی و تغییرات آب و هوا زیر آب میره. باید گفت درماندگی به روایت تصویر. پسر چینی که در تصویر دیده میشه چاره ای جز خوردن آب آلوده نداره. جالبه که این عکس به طور اتفاقی در 20 مارس گرفته شده، در حالی که 22 مارس روز جهانی آبه. و یا عصر ماسک که در اون زندگی میکنیم، تصویری بسیار نگران کننده به نظر میرسه. این تصویر در شهری در شمال چین گرفته شده که سطح آلودگی هوا 40 برابر بیشتر از استانداردهای بین المللیه و مردم به سختی نفس میکشن. و اندوه بزرگ اینه که رودخانه یانگتسه کیانگ فاضلاب زیادی از کارخانه کاغذسازی در اون رها شده و آلودگی آب مدت هاست که نگرانی اصلی چینی ها بوده.
حالا میخواییم به این بپردازیم که چه بلایی سر دیوار بزرگ چین آوردن. تصویری منتشر شده که زیر دیوار بزرگ چین رو نشون میده که به شدت آلوده است. یکی از عجایب هفتگانه جهان که اکنون نیاز شدید به بازسازی و اعمال قانون سختگیرانه داره. و اما تله سبز، این پوشش گیاهی نیست، تصویری از یک سطح سرسبز زیبا. اینها جلبک هایی هستند که سطح آب ساحل چینگ داو رو در چین پوشوندن. این عکس در سال 2011 گرفته شده و به طرفداران محیط زیست در سراسر جهان درباره افزایش جلبک در اقیانوس، رودخانه و برکه های کوچک هشدار داده. و اما پیدایش کف روی رودخانه ها، در نگاه اول تصویری بسیار رویایی به نظر میرسه، اما اصلا رویایی نیست و افرادی که توی تصاویر هستند و به نظر میرسه که روبروی ابر ایستادن، اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. این رودخانه یامونا است که به اندازه آلوده شده که کف غلیظی روی اون ایجاد شده. و اما تصویری از یک برکه در چائوهو در چین گرفته شده و ماهیگیر یک مشت از آب رودخونه رو به دست گرفته، آبی آلوده. حیوانات آبی از آلودگی و شیوع جلبک رنج میبرند و روزی نه چندان دور انسانها هم به این روز گرفتار میشن. و اما تصاویری از ماهیهای مرده، تصویری از خلیج گوانابارا در ریو دو ژانیرو گرفته شده. ماهی ها به دلیل آلودگی آب مردن. تصور کنید مردم از این آب برای نوشیدن استفاده می کنن. و یا حمام نفت، تصویری از یک کارگر در حال پاکسازی ضایعات نفتی از دالیان چین پخش شده. یک خط لوله نفتی اینجا منفجر و باعث نشت نفت شده. این اتفاق در سال 2010 افتاده و تقریباً 250 خط لوله منفجر شده و نفت در منطقه‌ای به وسعت 1300 کیلومتر مربع نشت کرده. زمین خانه مشترک همه ماست و اگر از بین بره دیگه فرقی نمی‌کنه که من و شما در نابودی و آلودگی اون چقدر سهیم بودیم. از بین رفتن زمین مساویه با از بین رفتن همه ما. از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌کنید از شما ممنونیم. لطفاً نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید و موارد مورد علاقتون رو کامنت کنید تا در برنامه‌های آینده به اونها بپردازیم. روزگارتون سرشار از شادکامی و بهروزی. بدرود.